شخصی از میان جمعیت آقای نخست وزیر را به چالش گرفت و از دولت به شدت انتقاد کرد که به آسیب دیدگان به درستی رسیدگی نشده است. هفته ها از آغاز بحران می گذرد. دولت محلی کاری برای ما انجام نداده. ما هیچ چیزی دریافت نکرده ایم و خواستار کمک مستقیم از سوی شما هستیم. ظاهراً پیام روشن این مرد به صورت فوری کارگر افتاد و نخست وزیر را وادار به اقدام فوری کرد. هوا در حال حاضر صاف است و ما می توانیم کمک ها را از اینجا به سایر مناطق برسانیم و این خیلی سخت است چون حمل و نقل صرف با هلیکوپتر امکان پذیر است. کار این قایق ها ماهیگیری است، اما اکنون مسئولیت دیگری را بر عهده دارند: نجات ساکنان مناطق آسیب دیده از سیلاب و رساندن آنان به مکان امن. سواحل دریای سند که از شمال تا جنوب پاکستان امتداد دارد در معرض خطر آب گرفتگی. بالا آمدن آب این دریا صدها هزار ساکن ایالت سند را ناگزیر به ترک خانه هایشان کرده است. کار شبانه روزی با انداختن ریگ و خاک در مقابل جریان آب. آنان نمی خواهند وقت را از دست دهند تا شاید از بیشتر شدن میزان خرابی زیرساخت ها جلوگیری کنند. برای برگردان تمامی مناطق سیل‌زده به حالت اولیه آن، دولت پاکستان میگوید که به 17 میلیارد دلار نیاز است. ترکیه قصد دارد نگاه امنیتی خود به کشورهای همسایه را تغییر دهد. بنابر ارزیابی‌های جدید ترکیه، از این پس یونان و ایران خطری برای امنیت این کشور به حساب نمی‌آید. عراق و روسیه نیز در سند امنیت ملی ترکیه یا کتاب سفید دیگر به عنوان تهدید یاد نخواهد شد. سند امنیت ملی ترکیه هر 5 سال یک بار مورد بررسی و تجدید نظر قرار می گیرد. قرار است نسخه اصلاح شده این سند ماه دسامبر بعد تصویب شورای امنیت ملی ترکیه برسد. مقام های ارشد دولت و اردوی این کشور اعضای تشکیل دهنده این نهادند. ترکیه می گوید که یونان و ایران دیگر خطری برای امنیت این کشور نیستند. با این هم تأکید شده که برنامه اتمی ایران می تواند به ساخت بمب هسته‌ای بیانجامد و این نگران کننده است. روزنامه موسوم به ملیت در ترکیه فهرستی از کشورها را که به تازگی توسط شورای امنیتی این کشور ترتیب شده منتشر کرده است. بر اساس ارزیابی این نهاد، ایران از جمله کشورهایی است که تهدیدی برای ترکیه محسوب نمی شود. در مدارک مربوط به بازنگری اخیر در امنیت ملی ترکیه، تهدید یونان با عنوان یکی از رقیبان سنتی ترکیه کمتر از گذشته تلقی شده است. ایران و ترکیه در مورد تقسیمات مرزی با یکدیگر در گذشته اختلافاتی داشتند. نزدیکی روابط ایران و ترکیه غرب را نگران کرده و آمریکا آن را ناشی از بی‌اعتنایی اتحادیه اروپا نسبت به این کشور خوانده است. در سرد جدید امنیت ملی ترکیه، بنیادگرایان اسلامی از فهرست تهدیدهای امنیتی حذف شدند. با این هم جدایی طلبان کرد و در رأس آنان حزب پیکه که همچنان تهدید ملی تلقی شده است. گروه ائتلاف محافظه‌کار مخالف دولت استرالیا هشدار داده که ممکن است انتخابات مجدداً در این کشور برگزار شود. این ائتلاف میگوید در صورت عدم توافق احزاب اصلی با نمایندگان مستقل پارلمان احتمالاً انتخابات به دور دوم خواهد رفت. پس از آنکه هیچ حزبی نتوانست اکثریت را برای تشکیل دولت به دست آورد، مذاکرات با نمایندگان مستقل آغاز شده و هنوز هم به نتیجه‌ای نرسیده است. احزاب مطرح در تلاشند تا با مذاکره و ائتلاف به توافق نهایی برسند. با گزارش خبرگزاری شینهوا، یکی از اعضای کلیدی در مذاکره با ائتلاف محافظه‌کار مخالف دولت استرالیا هشدار داد در صورت که توافق حاصل نشود، ممکن برگزاری دور دوم انتخابات نیاز باشد. می خواهم روشن بگویم من هر کار لازم باشد انجام می دهم تا بتوانم دولتی باثبات پس از انتخابات داشته باشیم و فکر می کنم این چیزی است که مردم انتظارش را دارند و استرالیا با آن نیاز دارد. در این دوره از انتخابات استرالیا هیچ یک از دو حزب کارگر و ائتلاف مخالفان موفق نشدند. 76 کرسی از 150 کرسی مجلس نمایندگان را که برای تشکیل دولت نیاز بود به دست آوردند. یکی از نمایندگان مستقل پارلمان استرالیا که در انتخابات دوباره انتخاب شد، اعلام کرد که او و همکارانش قصد دارند به یک توافق برسند که تشکیل دولت پایدار را تضمین کنند.
او گفته است که اگر نتوانیم به تشکیل دولت پایدار برسیم، باید انتخابات مجدد برگزار کنیم. اما ائتلاف مخالف دولت خیال دیگری در سر دارد. میخواهم به این نکته اشاره کنم که دولت ما که پیش از انتخابات دارای اکثریت هم بود آنقدر باثبات نبود، اما پس از این انتخابات با وجود نداشتن اکثریت فکر میکنم دولت ما باثبات و کامل خواهد بود. نمایندگان مستقل میگویند که با جولیا گیلارد نخست وزیر و تونی ابوت رهبر حزب مخالف روس مذاکرات اولیه را داشتیم. به نظر می رسد سرنوشت سیاسی استرالیا تا اخیر هفته مشخص شود. در ادامه همکارم ادریس جویا با خبرهای ورزشی با شماست. تشکر.